ماجرا مطرح که یه روز هم ما توی برنامه نظرسنجی کردیم و گفتیم مخاطبای برنامه ما نه اینکه کل استقلال یا کل فوتبال دوستا معتقد بودن که آقا مهدی خدافظی کنن با استقلال بهتره، اعتقاد و نظر شخصیشون بود، منتهیشون موندگار شدن تو استقلال. درسته مهدی رحمتی، تا این تایمی که من خدمت شما هستم، اولا که مهدی هم یکی از ستونهای اصلی باشگاه استقلال بوده و هست و یک استقلالی اصیل، برای تیم ملی کشورمون زحمات زیادی کشیده، ولی من احساس میکنم که شاید بیش از 90% کارش با پدیده به اتمام رسیده باشه و چون قراردادش با استقلال تموم شده، فکر میکنم آقای گل محمدی و باشگاه پدیده با ایشون به تفاهم رسیده باشن. البته اینو من به صورت 100% نمیگم، ولی فکر میکنم شاید بیش از 90% کارش تمام شده باشه. درسته. اون روزا که یه سری هواداره فکر کنم اومده بودن جلو باشگاه استقلال و در علیه آقا مهدی صحبت کرده بودن، چی بود محتوای شعاراشون؟ ولی من در جریان نیستم. در چون همه اتباعات اینو کار کردن، حالا یه تعداد اندک و محدودی بالاخره با هر نیتی میان میرن، زیاد مهم نیست، بالاخره نظر خودشون اعلام میکنن، ولی مهم باشگاه استقلالیه و مهم زحماتی که مهدی برای باشگاه کشیده و همه قدردانش هستن. قطعا تصمیم خودش بوده، اگر قطعیت پیدا بکنه حضورش در پدیده، منم براش آرزو موفقیت میکنم. پس دیگه آقا مهدی رفتنی هن از اسه عرض کردم، فکر به حال توی کشورمون شما بعض وقت میگید مثلا 90% این کار انجام شده، 10% یه امیدی کار 90% رو میکنه، اما فکر میکنم که به این سمت فکر میکنم که بله. ببینید، خب سید حسین و بقیه بچه‌هایی که توی تیم ملی بودن، بعضی که رفتن تو اردو، بازی که با سوریه داشتن و بعد سفری که به سئول داشتن، و جا داره تبریکم بگم هم حضور آقای ویلموتس و هم نتایج خوبی که گرفت این دو تا بازی و بازی خوبی که انجام شد، خب بچه‌ها در کنار تیم ملی بودن. اگه اشتباه نکنم پروازشون دیروز ظهر نشست و ما در هیئت مدیره هم صحبت داشتیم که در واقع بلافاصله با بچه‌ها ارتباط برقرار بشه که خود آقای فتحی مدیر عامل محترم و آقای منزوی زحمت کشیدن ارتباطات رو برقرار کردن. فکر می‌کنم ان‌شاءالله ما از این بعد میریم، حالا چون ما هم سرمربیمون مشخص شده، خب بعضی از تیم‌ها هنوز سرمربیشون مشخص نشده و خب نه شما فوری نظر منو چیز نکنید. ببینید، ما الان سرمربیمون مشخص شده، یه سرمربی که جوون نترس شجاع و خیلی جالبه، دقیقاً 10 سال سنش از من کمتره، ولی دقیقاً همون روزی که من به دنیا اومدم همون روز به دنیا اومده و مربی که حالا ما آقای فتحی و دوستان خیلی زحمت کشیدن، یه پروسه سخته. ببینید، من در تو مربیان خارجی برای باشگاه بزرگ، اگه اجازه بدید یکی دو دقیقه کوچیک اعلام بکنم، ما الان در یک برهه زمانی هستیم، ارتباطمون با دنیا در واقع در هر بخشی میتونه اثرگذار در روابط دیپلماتیک ما باشه. ما الان یک مربی اروپایی از کشور ایتالیا رو داریم که در واقع میتونه به فوتبالمون کمک کنه، میتونه به استقلال کمک کنه، ضمن اینکه اون بحث دیپلماسی هم که عرض کردم اون خودش یک بحث جداگانه است. و خب عرض میکردم آقای فتحی زحمت کشیدن، پروسه قرارداد با یک مربی خارجی بخشای مختلفی داره، زمان میبره، یعنی شما ببینید حالا مباحث رقم قرارداد هست، نوع مکانیزم دریافت قرارداد هست، و بعد فرهنگ ما با فرهنگ به اصطلاح اروپا و سایر موارد. خب خوشبختانه آقای استراماچونی حتی توی مشاوره‌ای که داشته با آقای خولیو بلاسکو هم مشورت داشته و خب ایشون واقعا بارها توی صحبتاشون اعلام کرده که من ایران رو واقعا دوست دارم. البته من اجازه بدید فرصتم استفاده بکنم تبریک هم بگم بر بچهای خوب تیم ملی والیبالمون، بسیار نتایج خوبی دارن. آمار فرهنگ و شرط ایران رو از بلاسکو گرفت. دقیقاً، و مربی بسیار باهوشیه، الان شاید خیلی خیلی بهتر از من میدونه مدافع افک چپمون کیه، نفر دومش کیه، دروازه‌بانا، فوروارد ها، همه رو میشناسه و دقیقا میدونه که چند دقیقه بازی کرده، کی کجا بازی کرده، و این اطلاعات کامل و جامع فنی بسیار زیادی داره و به نظر من خیلی هم حرفه‌ای عمل کرد. به اصطلاح شد اولین باره، من کمتر دیده بودم، ما چندین سال توی فوتبال هستیم، کمکاشو فرستاد، از همه امکانات بازدید کرد و
فکر میکنم با یه نظر کامل و آشنایی کامل داره وارد کشور نتیجه بگیره.